سلام بر یوتیوب سال اقتصادی هستم امیدوارم روز خوبی داشته باشین امروز براتون یه اپیزود داریم که من نمیدونم راجبه چیه بویا راجبه چیه هلو چه خبرو برو بچ آقا من چند تا موضوع آماده کردم که دو تاش مورد پسند قرار واقع گرفت یکیش مود بود یکیش راه های حفظ پول تو همین ایران خودم چون خیلی تورم بالا پایین میشه کم اذیت میکنه خب ببین اقتصاد ایران که الان خرابه درسته واسه همین نسبت به دنیا همیشه قرار تورم داشته باشه بر همین به نظر من تنها کاری که میشه که اقتصاد توی, توی, ایران پولت به فنا نره به قول معروف واسه تورم اینه که یا باید بذاری توی چیزایی که دست ایران نیست تو کل دنیاست مثل طلا مثل نقره مثل دلار مثل بیت کوین که دست, دست دنیاست دست, دست کشور نیست و همین من فکر راه دیگه‌ای وجود داشته باشه که تو بهترین ادوایزشه خب بهترینش آدم نمیتونه بفهمه چون دنیا عوض میشه خب مثلا میگم ام... نقره از مثلا دو سال پیش تا حالا دو برابر شده طلا مثلا امه. چه می‌دونم 10 درصد رفته بالا واسه خب تو باید نقره می‌خریدی ولی خب کی میدونست نقره قرار دو برابر بشه من مثلا شخصا خودم نقره خریدم چون خیلی ارزون بود قیمتش افتاد پایین و من همینجوری خریدم بی دلیل بشم رفت بالا دو برابر شد ولی رو عقل نکردم این کارو فقط رو شانس بود احساس کردم که مثلا خیلی نقره داره میره پایین چه نقره قدر میره پایین و خریدم یه چیزایی اینجوریه که شانسی میره بالا و میاد پایین یه سری چیزا استیبله مثلا تو چند سال میمونه همون مقدار یعنی یه چیزیه که میتونی روش ریسک درست رو بکنی من دنبال اون استیبلم استیبل طلا دیگه طلا رو به نگاه کنی همیشه داره میره بالا چون دلارم الان اتفاقی که داره میفته بین برزیل و هند و چین و روسیه و ایران و عربستان امکان داره دهن یو اس سرویس کنن یعنی الان آمریکا برای اولین بار بعد از 55 سال که این قانون تخم شو برد که پولش رو از تلاش جدا کرد 55 سال با زور دوم آورد یعنی اولین کشوری که زد ایران بود که تکنیکلی چند سال بعد از همین بوده یعنی ایران که میبینه دلارشو رو جدا میکنه میگه اوکی تو دلار تو جدا کردی تو کسه خواهد نمیخوامد آمریکا حمله کرد حالا حمله کرد که ایران از بین با شاه برد و آخونده رو برد و این کار رو که میبینید همه با ایران کرد و کرد به همین کار رو با عربستان کرد ببخشید همین کار رو با عراق کرد بعد هر کشوری که اومد پادشاهش رئیسش رئیس جمهورش اومد گفتش که آقا ما میخوایم یه چیزی هم به از یوز دلار بگیریم برای که با دنیا معامله بکنیم یو بهشون حمله کرده من خودم 20 سال پیش 25 سال پیش که وانم بیزنس شروع کنم به چین مسیج زدم که آقا من میخوام جوهر وارد کنم اونم گفتن که اوکی بیا وارد کن دام چقدر میشه گفت انقدر گفت هفت هزار دلار بود گفت میشه هفت هزار دلار گفتم کانادایی گفت نه آمریکایی گفتم واقعا خب تو که بینید من کانادایم. دام با کانادا با صحبت میکنم برای چی آمریکایی گفت ما با آمریکایی دیل میکنیم فقط من می یعنی خب و من نمیفهمیدم یعنی چی گفتم خب وا مگه شما صرافی نداری خب من وقتی به تو دلار کانادایی بدم میری صرافی هم پولو میگیری دیگه تو با من بگو 7000 دلار آمریکایی یا 9000 دلار کانادایی میگفت نه ما فقط دلار آمریکایی میگیریم من اون موقع اون روز نمیفهمیدم چرا گفتم یعنی چی تو یه کشور دیگه پس چی داری خایمالی یا آمریکا رو میکنی الان میفهمم که این قدرتی که آمریکا داره و یعنی بازم کامل نمیفهمم ولی الان چیزی که دارم احساس میکنم اینه که این قدرتی که آمریکا داره و این زهر و وحشتی که از همه انداخته بوده هیچ توخ نداشته به از این پول دیگه بگیره یعنی مثلا میرفته به کشه مثل چین مثلا میگفته آقا کمکت میکنیم چون اینو بسد میسازیم این تکنولوژی بسد میاریم استخدامت میکنیم پول بهت میدیم هرچی در ازات تو باید فقط دلار ما رو بگیری و این کار با تمام دنیا کرده این تمام دنیا وقتی که میخوام بیرون از با هم دیل کنن با دلار آمریکا کار میکنن و دلیل قدرت آمریکا همینه چون همه در واقع قبولش دارن مثل بیت کوین که مثلا همه دونه قبولش کردن بهترین مثلا کریپتو شد دلار آمریکا همینه همه جا قبولش دارن مثلا من شده جای برم که دلار کانادا رو حتی یه بار اروپا بودم دلار آمریکا کشیدم بیرون ما آمریکا نمیگیریم با دو همون به نمیدونم چی شده بود به فکر کنم به عراق حمله کرده بود به افغانستان حمله کرده بود من به یکی از اینکه حمله کرده بود یهو همه دنیا داشت متنفر شده بودم بعد تو اروپا هم خیلی دیگه داغ بود و من رفتم تو اروپا یه دونه صد فرانسه بودم رفتم یه 100 دلاری دادم چنج بگیرم گفت ما دلار آمریکا نمیگیریم کی تو کاستن آمریکا گفتم و من چه گوی خودم این وسط دی دوره کانادا در آوردم گفتم اینو میگیری گفت آره داده کانادا عشق داد بعد اون روز فهمیدم که خیلی <applause> جالبه این داستان دل من چون نمیفهمم چرا یک شه یه پول دیگه شه یه پول دیگه داره چون پول بعد یه چیز باشه دیگه مثلا بیت کوین بعد چرا مثلا این کشه یه پول داره کشه پول داره. پولش بالا پای میشه معنیش چیه مثلا نمیفهمم چرا اتفاقا میفته حالا فهمیدم که همش به قنارو یه... یه نفر پشتشه دارن یه کاغذو چاپ میکنن چقدر میتونم به مردم اعتماد آره. بدن تو اون کاغذ قیمت اون کاغذ رو میبره بالا عین بیت کوین اینه... تو کریپتو ما یه بار دیگه دیدیم تولید و اختراع پول و بانک و در رو فقط فرقش اینه که کریپتو دست کسی نیست پول بانک دست صاحب اون کشوره یعنی پول مثلا ایران دست تکنیک خامنه ای اه... هر چقدر اون بخواد بیت کوین دست کسی هست ولی خب آره. نه مثلا بیت کوین دست کسی نیست ولی کریپتو ها دست کسیه من خودم که رفیقام کریپتو زد به یک میلیون دلارم پول رسید و دست خودشه میتونه صبح بلند شه یه ده برابر کنه قیمتشو نه در قیمتشو تولیدشو مثلا الان فقط 400 هزار تا ازش هست یو میتونه بگه 20 میلیون تا دیگه هم ما درست کنیم ولی مثلا بیت کوین دلیل که ترکید اینه که چون کسی پشتش نیست کسی نمیتونه این کارو بکنه کسی نمیتونه زیادش کنه کسی نمیتونه کمش کنه کدش جوری که نوشته شده داره دیگه نمیتونی باز کنی کدشو من کامپیوتر ساینس خوندم میفهمم که وقتی کد نتونی باز کنی واقعا نمیتونی دیگه بازش کنی امکان باز شدنش وجود نداره آره واسه همین به نظر من اگر میخوای تو ایران پولت به نره باید بری تو طلا اگر میخوای ریسک کنی با پولت باید بری توی بیت کوین نه کریپتو کارنسی مال دوست تخمی من منو بخری فردوسو به قول این میبنداتش همه دست بخوایم میمونیم اتفاقا دوست هم, هم نوع آدمی هست که این کارو بکنه یعنی مثلا اگه بفهمه براش سود داره فراس رو بلند میشه میبنده شک نکنی واسه همین آپشن دیگه ای نداریم تو خود چی فکر میکنی؟ ببین آخه تلان چند مدل دیگه سکه داریم سکه بشاش توش سکه خودی بذاری تو بگم خیلی جالبه من نمیدونستم سکه که میزنم من از ده کمتر از نه سالگی سکه می و این داستان رو تو سی سالگی یاد گرفتم او. واسه همین گوش بدین یه من رفتم یه طلا اینجا تو کانادا تکه طلامو بفروشم میدونستم سکه ایرانی مثلا میدونستم دیگه مثلا قیمتشو داریم دیگه زنگ می‌زنی طلا فروشی ایرانی میپرسیم سکه بهار آزادی چنده میگو مثلا سکه کامل 200 دلار گفتیم اوکی بعد رفتم یه مغازه چند تا سکه داشتم میخواستم همه رو یکی کنم میخواستم می شمش بگیرم بعد رفتم گذاشتم سکه ها آره. گفتم مثلا من سه تا سکه اینا رو هم دارم اینا رو هم میگیری یارو گفت آره گوش رو ترازو زد گفت سه تاش میشه مثلا 420 دلار گفتم یعنی چی اینا دونه 200 دلاره گفت اینها این ترازو اینم گرمش گفتم دادا پنج 5 تا مغازه بالاتر داره میفروشه 200 حالا مثلا یه رو رواندگی بکنی برسی به مغازه ایرانی میداری میفروشه 200 دلار میخر 190 سکه جلوی من گفت برو همونجا بخ... برو همونجا بفروش گفتم داستان چیه گفت روی سکه یه پول میگیرن حالت مثلا مهر جمع میکردیم بچه بودیم استم چی میشه به فارسی میزنی پشت نامه بفرستی تمر 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 ما مثلا بچه بودیم تمر جمع میکردیم بعد مثلا یه پول جمع میکنن یه سکه جمع کنن منطق سکه اینه که تو میخوای بگیری جمعش کنی روش خود مال کدوم کشوره مال کدوم پادشاهی مال کدوم ساله و تو اینو به عنوان یادگاری نگه میداری و این یادگاری پولی داره توش و من اونجا فهمیدم که تو وقتی داری اینو میگیری داری پول میدی واسه این یعنی مثلا وقت من هفت سکه ایران رو بفروشم اینجا قیمتشون یهو 40 درصد 30 درصد اومد پایین خیلی زیاد یعنی مثلا وقت حالا مثلا میفهم 200 دلار باشه مثلا 15 دلارشو بگی اضافه بگیرم صدش بگی پنج اگه مثلا یارو بهم گفت 140 می‌خرم چیز 200 رو گفتم خیلی دور نمی‌داری میری پایین چه خبره 30 درصد داری کمتر می‌خری خلاصو رفتم تو مغازه ایرانی و همون 190 فروختم اومدم این بعد طلای واقعی خریدم طلا رو طلاهایی که مستطیله رو باید بخری اونا که مستطیله رو سکه رو گرد میزنن مستطیلا رو مستطیل دیگه گردا میشه ارزشدار و یه قیمت اضافه بسش پول میدی به خاطر اینکه سکه است مربع ها رو پول نمیدی براش برای اینکه میگن فقط یه اونس طلا یه چیز دیگه نداره این فقط بعد 99 درصد خالص باشه و طلا این خیلی جالب واسه سکه به هیچ عنوان نگیر میخوایم به این تیکه طلا بگیریم تیکه به بگو یه تیکه طلا بذار رو ترازو اونو بده به من میتونه شیپ کره خرس بدین چون باشه ولی فقط تیکه طلا باشه یعنی تو با وزن میخری با وزن میفروشی نمیخواد کسی این وسط حق داره. کار بگیره، و حق نمیدونم کلکسیون بگیره از این حرفا چون معمولا و این چیزا. تکس تکس که خو... تکس تلا تکس نداره اینجا تکس نداره ولی معمولا هیچ تلا تکس نداره ایران که اگه باشه حتما داره مم. 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 ایران داره <تصف> خاله این کشور سرویس که یعنی اگه کسی صاحبش نبود بهتر ران میشد یعنی اگه مثلا مثل طویل ولش میکردم میگفتم ولش کنیم بریم کشور تمیزتر ران میشد و اداره ها بهتر کار میکردن تا اینکه یه سری مسئولن میشینن فکر میکنن چیکار کنن, کنن. خارج <تصفح> من نمیفهم می فکر میکنن آقا شهیدی تکس وجود داره ای تکس چیه مالیات میگیرن ای پس ما هم بگیریم مثلا بحثا اینطوریه این یه نفر دادا تکس رو میگیرن چون پول ندارن ما کشورمون پول داره ما خودمون میتونیم کاسه خارج بابا مردم چاغالن چیکار میخوام بکنم پول بگیریم یادم ای ایران رفتم رستوران بعد به زور انعام میگرف بعد به گارسونه گفتم که خب پس خوبه اینجا انعام گذاشتن حداقل یه با خوب داری پول در میاری یعنی هر رسونه گرونی هم بود پس مثلا دیگه اینجا غذا میفروشی دیگه تو خیال راحت 10 درصد مدت درصد میتونی تو جیبت گفت نه با رئیس اینجا رو برمی به ما نمیده چی <applause> خوراک این چیزا ایران این اسم باور نکردنیه فقط تو <applause> ایران اینجوریه همه جا هست خب ولی تو ایران خیلی زیاده میدونی چی بگم مثلا مثلا همه جا دونه چاینیز هست ولی هیچ جا مثل چینی چاینیز نداره میدونی چی میگم اینا چیزی همه جا کنده هست ولی هیچ جا مثل ایران کنده بازی مثلا یکی بود چی باحال بود میگفت مردم تو کشورهای دیگه پول میدن کار خلافشون رو ببرن جلو تو ایران پول میدی کار درست تو ببری جلو <تصفيق> <تصفيق> واقعا بمیرم براتون که الان خودم هم تو تو تونیم یعنی من الان تو ایران بودم بابام وزیر کشور بود <applause> من هم داشتم با بچه های مثلا پهلوی داشتم مثلا فوتبال بازی میکردم ولی هممون بین بیناموز شدیم که چون آمریکا میخواد دلارشو نگه داره خب ببین طلا یه مدل دیگه هم داره اینم یادم رفت بگم مثلا مثلا گردنبند و چه میدونم گوشواره و حلقه و اینا اونم فکر کنم زیاد به درد نخوره او از اون سکه بدتره آره خیلی چون, چون مثلا بزن. یارو به تو 500 هزار طلا رو میفروشه یه میلیون تو بخوای طلا دو برابر شه شاید مثلا 9 سال طول میکشه واسه هم تو همون روز اول سود 9 سال دیگه رو دادی خیلی میفهمی چی میگم برای همین تو باید حواست باشه که این چیزا تاثیر داره دیگه بری بخری این هنو طلا طلا نه طلا طلا نیست دو, دو تا چهار تا است میشین حساب میکنی میبینی چقدر پول اینو دادی و من بره من برای الان که انگشتر بخرم مثلا به طلا فروشه گفتم آقا به من یه چیزی بده که من اگه من یه ما دیگه برگشم به دادم همین قدری که بهت پول دادم به پول بدی حالا یه خورده کم تا یه خورده بیشتر به جون مامانم میگم یارو 45 دقیقه بالا پایین کرد بعد آخر گفت راشو هیچ چیز تو وجود نداره که بتونم فقط هم میتونی طلا بخری یعنی بدون که بگه گفت ما فقط داریم میکنیم تو چونه مردم میدی توش همه طلا روش هم الماس چسبیده یعنی میگی دیگه طلا خفن الماس خفن بعد ازش میگیری میری بهش میگی, میگی میخری میگه نه آقا خرم مگه تو کسخولی من که کسخول نیستم <applause> انقدر برای الماسش کم میشه انقدر برای فلانش کم میشه الماسش که اصلا قبول نمیکنه الماسش که میگه آشغال داره. میگه آقا اگه اصلا زیر یه قیلات تا من حرف نزن میگه اگر الماس انگ... کوچولو از که رنگ و رنگ بشه الکی هم سه کرت الماس داره بعد همه دونه نوع کوچولو کوچولوش خورده شیشه ریختن توش اونو که میگه اصلا ما کو فلان ننت اون تلاش هم میاد میذاره بعد میگه او این طلای 99 درصد نیست این توش قاطی داشته این اینطوریه مثلا انگشتی که میخری مثلا چون 4000 دلار ازت میخره 300 دلار میدونی این؟ همینه دیگه یعنی یه دفعه فقط چی دادی به من آشغال بود فقط و خیلی هم خوب شد چون من رفتم یه پیدا کردم همون طلا فروشی چون ما رفیقم بود 15000 دلار رفیقم هم بود, رفیق بود یارو یعنی اینجوری فکر نکنم خود بکنه ما میخواست بکنه کنه ولی رفیقم بود یه خورده میخواست کمتر بکنه حداقل چرب میکرد میخواست بکنه فهم. بعد الان یک انگوشا دیدم 15000 دلار بعد می‌خواستم اون رو بگیرم اون موقع باز مازیم خیلی بد بود دیگه گفتم مثلا چیز ملو بزنم تو کارش بعد الان نمیدونم چه شد فهمید یا بردمش پیش نشونی بدم چیزی بکنم و اینا بعد نه که گفت کس خیلی دی چیه این اشغال میخوام پول بدی و اینا نه من اگه انگوشا گرون بخرید ناراحت میشم بعد برش انگوشا خریدم نمیدونم یادم نمیاد 1000 دلار 3000 دلار تو اون رنج بود زیر 5000 دلار بود یه گوشی خریدم خیلی کوچولو یه دونه طلای گرده روشم هم مثلا همینجوری الماس دور تا دورش الماس خود الماس کوچولو بعد ببرم بخوام بفروشمش هم دور 200 هم نمیخرنش ولی دیگه این در واقع خاطره اون روزه و این چیزا واسه این برای ما ارزش داره ولی دنیا واقعی ارزش نداره بعد بعدا براش یه انگشتر گرفتم مثلا نزدیک 30000 دلار که روش الماس گنده داره و اونم به قول معروف من خودم نمیخواستم بگیرم یه دوست دختر داشتم که اینو اون گرفته بود بعد که ما از هم جدا شدیم بعدنا فهمیدم که این الماس الماس تو گاف صندوق من مونده بوده او oh. یه, یه گاف صندوق به انگشتره هستش مثلا چه فلان قطعه من میارزه اونم اونجاست بعد بردم به بدونه گفتم اینا داستان این اینه این مال دوست دختر قبلی من بوده بخوام اینو بفروشم دهتا هم ازم نمیخرن ولی من خیلی بیشتر واسش پول دادم واسه همین اگه میخوای اینو وردار مال تو اگر از این دخترهایی که کس خوری نه این دسته دختر دیگه بوده من مال خودم هم میخوام کنده بازی کس شرای دخترها خودم که دیگه من ایرانی نه ببین دخترها نه دادا دا 90 دا. درصد دخترا کس خورن من اینو تو صورت تمام تک تک دخترا میگم چند وقت اون 10 در درصدی ها رو میبینی که یکیش زن خودمه تازه اون 10 در درصدی هم که خوبن 60 70 درصدشون خوبه هنوز 20 درصد کسخلشون هست فکر می کنم پسرام هم داشته باشن ولی دارم کل من هم رو دختر صحبت میکنم و دخترا واقعا دیوانه یعنی مثلا همینی که مثلا که چم تو مثلا برید خونه دختره بعد بگی که آقا من برای دوست پسر قبلیم پلی استیشن 5 خریده بودم ولی الان قهر کردیم پسر رفته بیرون اون خونه ما پلی استیشن 5 هست اگه خاصی بازی کن کدوم پسر رو میشه تو بگی من با این بازی نمیخوام چون واسه اون پسر قبلی خریدی فقط داره یارو روشن رو میکنه <applause> اکانت یارو رو ایریس میکنه محمد ج... بارو کاست نند محمد سوال اقتصادی میره بالا بریم تموم شد دیگه تموم شد من اگه... باشم همون اکانت هم استفاده میکنم <applause> من اون من دوست اون کونیام دیگه من دوست من... کونیام میذارم حساب اون میبینی ولی دخترو دیوونه میخوایش بخواد انگشتر بدی 30000 دلار بعد بعد تو توهم باشی که آیا من دارم یه انگشتر 30000 دلاری به این طرف میدم قرار کنم پاره در ر... در رضا و منطقی هم هست یعنی میره بعد به مامانش میگه مامانش میگه انگشتر دختر یاد دادی به دختر من چطوری رود شده اصلا تو اینجوری مگه چرا تلاش که تلاس الماسش هم که الماسه مشکل الان چیه من اصلا واقعا نمیفهمم منطق کسخل دختر رو یعنی خودشون هم نمیفهمن روز زمین پیدا کنه خارکسه برمیداره داره تو داری بهش میدی میگه نه چون که دست دختر دیگه بوده دختر که واقعا پسران اینجوری نیست تو خود حلقه اصلا یه دختر و یکی دیگه بوده اون حلقه رو بیاره به یه پسر بده فکر نکنم به مشکل بخوره نه چون اصلا اون نمیگه ما هم نمیپرسیم وای دختره آره،, اینا آره کجا آره آمده نیست. کی خواستی بخریش چی شد خواستی تصمیم گرفتی شیگولی برند بخری نه وولی برند چرا دایمن کاتش باربی نیست چرا عروسکش هفت نیست چرا دایره نگرفتی چرا لوزی گرفتی چرا زرد گرفتی چرا بدون کات انقدر از سوال میپرسه تو تو بگی آقا من نمیدونم خارکوسه تو, تو قبلی اون خریده بود تو گاف صندوق اونده بود پس تو نخریدیش مم. دخترها کلا دیمونند دست خودشون نیست یعنی دنبال مشکل میگردن یکی چیزی که من راجبشون همیشه فهمیدم پسر از مشکل فرار میکنن <تصفح> تو فیلم ها دیدی نشون میده دوتا تا دست یکیش پرنده ها دارن میخونن از گل داره یکیش تاریک و رد و برق و دختر که نگاه میکنه چپیه رو میدن هر دفعه <تصفح> بعدش هم به تو غور میزنه که من چون میخواستم بیام خونه تو ببین دهرم بعد خب چرا از عظم... مهم نیست الان من از کجا به من کاری باش خب نه از راه اشتباه اومدی من چیکار کردم <applause> این دخترم دیگه دیمونن یعنی واقعا فقط دو در سر میگردم آقا النا همین خانم من که دیگه تایه باحاله یعنی حرف من اصلا قبول نکن. حرف هر که اومد اینجا گفته النا که تایه باحاله رفته بیرون من بلند شدم تمام خونه رو تمیز کردم تمام خونه رو میام تمیز کردم ظرفا رو شستم لباسا رو سه بار شستم یعنی سه تا لود ماشین شستم بعد اولی رو لباس حساس بود بعد آویزون میکردم خوشی نمیتونم بزنم تو دستگاه دومی رو شستم دومی تو دستگاه ریختم داره خوش میشه سومی رو شستم ولی قبل از اینکه برم النا اینا رو بیارم بالایی خوش نشده هنوز که من پایین رو بریزم اون تو بعد که برگشتیم خونه النا دست من عصبانیه که چرا لانری کردی. چرا لباس ها رو شستی میگه الان مشکل کسشر چیه میگه وقتی که تو لباس ها رو میشوری من باید بذارم سر جاش من الان حوصله ندارم بذارم سر جاش میگم پس منطقه کسشر تو میگه که اگر اومدی تو خونه لباس ها کسیف رو زمین بود اوکیه ولی اگر لباس ها تمیز رو زمین بود تو ناراحت میشی الان منطقه داره اینو به تو میگه ها؟ شما که نگفتند لباس رو سر جاش تو اومدی دو آپشن شده امروز بذاری فردا پس فردا ولی اگر لباس کسی فار این کارو می‌خواد بکنی آپشن نداری بعد اول بشوری وایسی خوش بشه بعد بذاری من چطوری به تو کار بد کردم که تو مغز کسوشر کیری تو کیمیکالا به هم خورده که این کار بدیه من با خار سایل رو بگم بعد اومدی من گفتی چرا این کار کردی من که از صبح بودم شما مثل سگ زحمت کشیدم خونه تمیز کردم که بیام خونه هم تمیز بشه و وقتی خانومم میاد خونه مثلا خوشحال بشه که خونه تمیزه اینو تونسته به چه خونه که چرا تو کاری گیری کردی به این مغز زن یه مریضی داره که اگر بخواد کسچر پیدا کنه تو بهشتم بره میگه چرا انقدر چمنش بو چمن میده خب این تا... کرکتر خانوم این چیزی که من دیدم دیگه میگم دیگه خونه رو تمیز کردم غور زده الان هم همه کامنت میذاره حتما این چیز دیگه ناراحت بوده گوه خورده چیز ناراحت بوده به چیز داده بعد چیزه میدونی برای چیه دلیلشیه بخاطر به خاطر اینکه خانوما همیشه به نتیجه آخرش فکر میکنن هیچ وقت به مراحل بینش فکر نمیکنن این بدیشه بیشتر توضیح بده ببین مثلا تو الان گفتی که من لباسا رو شستم نمیدونم خوشگش کردم یکیش یه سریشو رو یاد کنم و... نه یادم نرفت نمیشد فیزیکلی مثلا... پاسبل نبود آه، خب ببین مثلا تو چند تا مرحله رو درست انجام دادی ولی قانون مغزش اینجوریه که باید تهش همه چی اوکی باشه یا اون چیزی که میخواد باشه هیچ وقت قبلش نگاه نمیکنه فقط آخرین پله رو میبینه بعدیش اینه حالا یه چیز جالبم که میبین. توش هست من اینا تو تجربه یاد گرفتم اگر النا میاد قور بزنه بگه چرا این کارو کردی بگم اوکی از دیگه نمیکنم من اون بازی رو باختم اگر النا بیاد بگه چرا این کارو کردی نباید میکردی بگم کوسچنگ مال است هست که همینه که هست خونه تمیز کنم با جایی که بیاد تشکر زنم زرم میزنی ببنده تو دفعه بعد که میاد میگه مرسی عزیزم این چه منطقیه که تو خانما دارن ما نفهمیدیم ولی من مجبورم دیگه مثل که تو بازی بگن آقا اگه به این طرف کنی میمیره اگه تیر بزنی خوب میشه میگی خیلی کسخلیه ولی خب دیگه بازی اینجوری دیگه چیکار کنم اون دشمن بوست و این زنم تیر منم تو توی واقعیت زن و یاد گرفتم که آقا تو اگه میخوای زن تو خوشحال نگهداری راحت خوشحال نگهداری تو موقعی که فکر میکنی درستی باید سر حرفت وایسی هیچ نوع حرفی رو قبول نکنی به طرف هم تازه جمع بزنی که گوه زیادی نخواد زر میزنی بعد این طرف میگه شوهر من مرده سر حرفش وای میشته چیزی که میگه باور داره ولی اگه بیای بگی آخ چرا دابوسا شستی بگی ببخشید دیگه نمیشونم میگه کسکشو کونی لوزه رو نگاه کنا. یه داد زنم سرش جمع کرد چرا اینجوری ما نمیفهمیم این هیچ منطقی نداره <applause> اینو فقط با اکسپریانس میشه آفرین نمیشه دیگه هیچ جوره نمیشه فهمه یعنی وقتی من دارم سر داد میزنم اون موقع های دارم که مثلا چرت نگو دیوز در کنو به من از قلب ناراحتم دارم این حرف رو بهش میزنم یعنی تمام وجودم ناراحتم ولی میدونم اگه اینو نزنم دو روز ناراحتیم طول میکشه اگه اینو بزنم النا در دقیقه بعد میاد با من منو بوست میکنه میگه ببخشید من رو رفتار کردم نمیدونم چرا این کارو میکنم یه بار دو بار ده با بار باز بودنه قبول داری هر چی میتونه باشه ولی اینه من دلیل کاری ندارم چرا یارو داره ما رو میگاد میدونم قرار ما رو بگاد <applause> میفهمی من که چرا داره منو میگاد کاری ندارم <applause> دلیل نداره اصلا دلیل داشته باشه به من رپی نره من میدونم داره اتفاق میفته و من میدونم راه جلوگیریش اینه الان اگه بری جلو بزنی تو سرش که بگی نه همینی که من گفتم دلیلم هم درسته زر مفت نزن تو سگی که دختره میگه دمت گرم مرسی که حرف منو گوش دادی و نظرتو گفتی دوستت دارم اگه بگی او عزیزم بذار حرف تو گوش بدم او پس شما ناراحت میشی به این دلیل و او من نکرده بودم اوکی عزیزم من دیگه این کار نمی کنم یا اگه این کار رو بکنم حتما مطمئن میشم که بتونم همه کار رو تمام کنم بعد تو تو مقدار میگی که خیلی خوب من به این موضوع نگاه کردم قبول کردم که من یه کاری کردم بد بوده و کارم رو عوض میکنم که دیگه این کار رو بعد نکنم بعد میبینی دفعه بعد زن عصبی تره میگی ای. ای چه اتفاق داری میفته یکی میم گفته بود که چرا شبیه اندوتیت رفتار میکنی گفتم شبیه من رفتار نمیکنم من اندروید اخلاق اون یکیه میتونین حرفو بزنین که ما مغزمون روی ویو داره کار میکنه روی راجب دختر ولی به از اون کسی کسی رو کپی نمیکنه نه من اونو کپی میکنم نه اون منو فقط حرف خیلی شبیه همه چون حالا من تو ترجمه به فنا رفتم اون اکو جدی رو من نمیدونم من منطقی میگی واقعا به خودم همه ویدیو هم میگم دیه. میگم من آرزوم بود بشینم بگم آقا دختر و بهتن چیز زندگی هم. مرسی که ما رو تحمل میکنین چون تر بودیم دیگه ما انه داستان بودیم که تحمل میکرد خیلی حال میداد ولی این نیست اونا انه داستان هم ما تحملشون میکنیم ولی به خاطر پنج سال گذشته توهمی تو دنیا جمع شده که برعکس هم هست اونا هم دارن مثلا به ما عشق میدن که هستن اونا دارن میگه ما میام تو راهت جمع کنین گست خودین. ما نبودیم نبودین شما نمیم چیشو نمیفهمین لیلی ببر ما رو منقرض میکرد ببر اصلا <تصالب> ویروس والا اصلا تمام کشفیات دنیا تمام زحمات دنیا تمام ساختمون های دنیا جاده های دنیا تمام و مرد ساخته تو کی شده ببینید تو خیابون دارن آسفالتو میکنن یه خانم در اونجا بیل میزنه تو زندگی کی دیده آره اگه تو فرانسه زندگی می‌کنی توی پاریس توی شانزلیزه یه خانم دیدی مجبور هایر کنه که بخاطر اینکه توی دیوس همین حرفو داشته باشی که تو فرانسه یه خانم داشت کار می‌کرد ولی تازه شده بری یه جا تو مثلا دو قوزابادی کشور جهان سومی ببینی زنا دارن جاد نمی‌سازن یه ساختمونه دارن زنا سیمان می‌برن بالا اون جارو می‌ذارن خاکی گلی کیک همین دیدی هر چی دور برام هست مرد ساخته میگم وقتی مثلا فاضل به شهر دنی میگیره فکر میکنی زن اون پایین داره با بیل انا رو باز میکنه نه <صفح> <بز> بعد اگه یه روز یه ان باز کنه زن اون انا باز کنه چند درصد فکر میکنی که اون شب اون زن ننه رو میگاد 99 <م> درصد <ambiguous> من قصدم من این کار رو کردم من به خاطر که این خانواده رو چون توی بدبخت بی ارزه نمیتونی به کار کنی من مجبورم کار کنم ببین شهلا رو شوهرش پول داره میشینه صبح شب میخوره من بدبخت باید برم ام کنم خاک بر سر تو کنم یعنی یه کاری میکنه زندگی جهنم باشه مرد بدبخت میده تو توالت مرده... تو دار با... نفهمیدی بفهم. همه این کارو میکنن آخر مثلا هزار بار هر روز میرن یه کار سخت انجام میدن یه بار یه چیزی میگن ولی نه تو برای چین حرف میزنی من ناراحت شدم ولی حالا مثلا زنه میتونه یه بار یه چیزی بگه بابا زنم میمونن تو خونه میخورن میخوان, ده میخوان ده. یه با بچه بازی میکنن میگن با نرمون گاده شد از مادر بودن باید آخرش حرف میزنم گفت مادر بودن خیلی سخته گفتم نه کسکش تو داری با مادر تو فیلم مقایسه میکنی که یا روز صبح شد بچه شد مادره که تو دو دونه روزی وجود دارن یار <applause> مادر صبح خواب بالا میشه قضاشو میخوره بازیشو میکنه دوستش میاد با هم بازی میکنن میرن تنیس بچه میکنه توی کلاس دو ساعته بسید که بره تنیس یا میذاره پیش مام باباش که بره بیرون بعد میاد مثلا در کل روز تو جمع کنی مثلا کلا یک ساعت به بچه وقت میده مادر کاری نداره که این من میتونم 15 تا بچه تو جمع کنم تو یه روز بدون اینکه اصلا تو بفهمی بچه تو خونه بوده همشون هم برسن هوا هوا, هوا همشون هم داشته باشم اگه من چاغال میتونم بکنم زنم باید بتونه بکنه یه دونه رو دوتا رو ولی یه جوی دادن مادری شدیم مادر شدیم خیلی میفهمم مادری کار سختی از این نظری که مثلا سی و بچه زر بزن تو بابانش به شیر بدی ولی بعد بعضی که بچه سه سالش میشه دو سالش میشه دیگه مادر پدری مساوی مساوی یعنی اون پدری که صبح میده سر کار تا ه... ه... پنج وز و از و میتونه بیشتر وقت بگذرن با بچهش با... تا اون مادری که صبح تا شب تو خونه بوده چون توی اتاق بودن با با هم بودن دو چیز متفاوته مخصوصا تو دنیای امروزی که دیگه توی تلفن توی وردی بریسن توی دنیایی که دیگه هیچ کی نمیدونه کجایی همه تو تلفنش من اتاق بالا میرم پاشه رو آیپده موموکو رو آیپد ان رو تلفنش تلویزیونم روشنه واسه کی من اصلا نمیدونم که احیانا یکی یه ده سال از دنیاش بعد بیرون بیفته توی دنیای دیگه توی دنیای زندگی مادری چی بوده که سخته یه لباس شستن بوده یه ظرف شستن بوده یه بچه بزرگ کردن ماشین لباسی رو مرد اختراع کرد بزرگ ماشین ظرف رو مرد اختراع کرد مهد کودک هم اختراع شده یعنی زن انقدر تو کارش کیریه که تمام کارش هم مرد مانده گفته برو یکی دیگه, دیگه بکنه خب میدونی چیه بگو به خاطر اینه که مردا تو ژنشون اینجوری بوده که استفاده ابزاریشون بهتر از ژن زنا بوده از اول من فکر کنم به خاطر اینکه بیشتر ترین شدنه شدن تو زندگی فکر کن چپ و راست داشتن زحمت می‌کشیدن مردا یاد بگیرن دیگه زن خونه بودن آره خلاصشم هم میگفتم دادا از خانوما بترسین خانوما واقعا یه موجود فوق العاده خودخواه و وحشی و خودرازی ان بی و ابیوسیو یعنی واقعا دارم بهت میگم اگه مغز زن رو بذاری تو مرد مرد رو بذاری تو زن یعنی اگه زن ها با این مغز خاصی که نسبت به خودشون دارن دارن اون مغز رو میکندی میذاری بدن مرد سویش میکردی یه شب به مرگ مادرم فرا تمام مردها زن ها رو از هر کاری تو بگی کرده بودن یعنی فقط زن زورش نمیرسه که الان اینجوری اگه زورش میرسی ننه ما رو سرویس کرده بود اون رفتم توی فیسبیم نه فیسبیم کجا اینستاگرام نمیدونم چی بود داستانش یه خانومه بود بعد زده بود که سوال پرسیده بود که خود ویدیو سوال پرسیده بود که به نظرتون این خانوم ام... گلدیگره یا آدم معمولیه من زدم به نظر من اکثر خانوما گلدیگران این نه حرف بدی زدم نه بی احترامی نظر شخصی گفتم نه گفتم همه حتی <تصفح> گفتم اکثر خانم نظر من گل دیگه نه و واقعا هست، یعنی هر دختری اگه با یکی دوست میشه اگه اولین سوالش این نباشه دومین دو سوالش اینه که چقدر پول داره خب یعنی دومین دو سوالش شاید پسر رو حتی بپرسن ولی ما هم دومین سوالمون نیست ما سوال مثلا سی مثلا 35 نه 4 ما خانم اگه اولی نباشه دومیه دو بعد خیلیاشون وقتی جواب میشنون اولی یا دومی که چقدر پول داره خیلی دیگه سوالی ندارن ندارن یارو دین باور یا دین باور نیست ننه بابا داره یا نداره کجا زندگیم هیچ دیگه مهم نیست آ پول داره بریم من میشم بعد خب پس من روی چیزی که دیدم و اینا خیلی نه نه نذاش بذارم اصلا آپشن بهم به نداد بعضی ما میگن این چیزی که داریم از داری میذاری بی یا مثلا مردم کنده شکایت کنن میگم بذار زر نزن امروز اصلا آپشن بهم نداد دیگه خب حرف که داری میزنی نمیتونی بذاری باشه فکر میکنم زن وحشی چیکا کرده که تو توی اپ نمیتونی رو جوش بعد بنویسی برو الان بنویس مردا همه کس سننشون ببین یه اگه اک... کسی نه کامنتی بده نه نمیدونم جایی تگ بشه نه به زن نمیشم به بنا... ویدیو سوال پرسیده ها من ویدیو ویدیو داره میگه آقا به نظر شما این خانم گلدیگر بودی یا نه من من به نظر من اکثر خانم ها گلدیگرن و این خانومم جز اون اکثریت بود همین گفت نه این نمیتونی بذاری با اولش رو در که اکثر خانومها ها گل دیگر هم به نظر من فقط گذاشتم که به نظر من این خانوم گل دیگره اونو گذاشت ولی اون اولش رو که میخواستم یه چیز بکنم گفت نظر زیادی نظر خب تو فکر میکنی یه مرد این تصمیم رو گرفته یا یه خانم که انقدر اومده مغز این مدار گاییده گفته آقا آقا بزن نذریم اوکی بیا ببین ما به خود زنا رو چه جوری بد نشون بدم دوست داریم این همون داستان لباس شویی منه اومده تو گفته بذار اگه اون یارو مرد بود مثل من میگفت زر نزن بابا یعنی چی معلومه حرفشون رو بزنن اخلاق کیریتون رو درست بکنین که همتون خوب باشین بعد کسی بهتون نمیگه گل دیگرین وقتی همتون دنبال اینین که بچاپین شام کجا منو میبرید برام چی میخری چقدر پول داری چرا انگشترم فلانه وقتی همتون گل دیگرین و ما هم میگیم گل دیگرین اگه همه تو آدم حسابی بودیم ما هم تو آدم حسابیم این, این جواب یارو نداده گفت راست میگی من میگم باشید خفش اوکی با هر کسی بزن و بعد گفت بگاش بعد من بعد این و دنیا بگا برم چون یه خاکوسی روش نشده بزن چیزی بگه چرا چون اون بگه بعد یه زنی دیگه میاد یه زنی دیگه میگه. بعد ما شالله که کم کسی ندارن که همم هم, هم من مردم خستن حوصله ندارن انقدر این زن زنا و شر میگم واقعا من نمیدونم واقعا چرا زن قد آدم غیر ولی هست دیگه آه. این هم ویدیوی ما بود راجع بدین که اگه میخواید پولتون رو سیف کنید تو چه چیزی بزنید اول بکنین طلا و دختر فرار کنید مختلف شد از دختر, دختر باید فرار کنن دیگه تا میخواید پول تورمش شد از دختر فرار کنید خودش عادی انقدر به تو کمک میکنه اصلا تورم دیگه مهم نیست <تص> مگه تورم 90 درصدی هم به من میدادی دوست دخترم ازم هم میکشید اون هفت سال و نیمی که ما با هم <تص> بودیم من آردی پنجا برابر مارکت جلو بودم مهم تورم چیکار میکنه وای بعد تازه دختر ضربه اصلیش مغزیه میگم پولیه رو میتونی بشنی بشنی ماری حساب کنی به بقیه نشون بدی که بفهمن حرف تو اون چیزی که زجی که من کشیدم مغزی و هیچ احد و ناسی اصلا نمیتونه بفهمه میچی میگم خیلی جالب بسه من اکثرا همینه اکثرا همینه من دیگه این دو سنت به پول و رابطه و زندگیتون رو بهتر کردن امیدوارم کمک کنه بهتون امیدوارم که بدونین ارزش خودتون رو واقعا بدونین که چقدر مهمین و هستین سر یه دونه سوراخ تمام زندگی و اعصاب خودتون رو به بیناموس نکنید بچه ها دوستتون دارم لطفا لایک و کامنت رو از این کوچن ها انجام میدین ازتون تشکر میکنم مرسی واسه تمام کسی که کامنت میذارین مرسی تمام کسی که کمک هم میکنین بدا رو میگین خوبا رو میگین تاثیر داره همه رو گوش میکنم همه رو تاثیر میدم روزتون بخیر چاکس